مافیای آمریکاست. مافیای رسانه‌ای خامنه‌ای و خویشاوندانش. هدف چیست؟ بنابر تحقیقاتی که توسط یک اندیشکده مستقل مستقر در شهر واشنگتن به نام مؤسسه دابل تینک منتشر شده، اعضای خانواده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مالکیت یا کنترل روزنامه ها، مؤسسات انتشاراتی، خبرگزاری ها و مؤسسه های فرهنگی عمده ایران رو در اختیار دارند و همزمان به عنوان ناظر بر آنها عمل می کنند. این علاوه بر انحصار رادیو تلویزیون در ایران است که رسماً و علناً به صدا و سیما به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی منحصر شده. در برنامه امشب از شما می‌پرسیم دلیل اینکه علی خامنه‌ای و خویشاوندانش در حوزه نشر و رسانه هم به صورت مافیایی حکمروایی می‌کنند چیه؟ اهمیت فریب افکار عمومی برای بقای نظام دلیلشه یا جلوگیری از جریان آزاد اطلاع رسانی یا ارائه تصویر غیر واقعی از جمهوری اسلامی به خارج از ایران و یا تلاش برای تطهیر رهبری و مقصر جلوه دادن سایرین، چه دلیل دیگری به ذهن شما میرسه؟ امشب میخوایم در این زمینه بحث بکنیم و مثل هر شب راه های تماس رو با هم یک مروری خواهیم داشت. 202-205-2654 شماره تماس برنامه روی خط، اما از طریق اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید. اونهایی که کامنت گذاشتن رو ترجیح میدن سریع به فیسبوک یا اینستاگرام هم در اکانت روی خط و در هم در اکانت صدای آمریکا بزنن. در پست های مرتبط هنوز فرصت دارید که کامنت بگذارید، ضمن اینکه از طریق تلگرام و تنها آیدی تلگرامی صدای آمریکا که @sendvoa هست میتونستید تا 9 شب برای ما فایل صوتی یا تصویری بفرستید و الان دیگه فقط میتونید نظرتون رو بنویسید. من بهروز صمدبگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط. ابتدای برنامه این نکته رو بگم خدمتتون که همین سوالی رو که در برنامه امشب مطرح میشه با مخاطبان وبسایت صدای آمریکا هم طرح کردیم. همین الان در وبسایت صدای آمریکا یک نظرخواهی وجود داره، میتونید برید در اونجا هم نظر بدید. تا این لحظه من آمار رو خدمتتون عرض بکنم. همینطور که میبینید 4 گزینه در نظر گرفته شده که اهمیت فریب افکار عمومی برای بقای نظام تا الان با 79% بیشترین میزان جواب‌ها رو به خودش اختصاص داده. در رتبه دوم تلاش برای تطهیر رهبری و مقصر جلوه دادن سایرینه، بعد جلوگیری از جریان آزاد اطلاع رسانی و آخر از همه ارائه تصویر غیر واقعی از جمهوری اسلامی به خارج از ایران. همین بحث رو با شما ادامه خواهیم داد تا اینکه ببینیم نظر شما چیست و فکر می‌کنید که علاوه بر تمام حوزه‌ها و شؤون اقتصادی و سیاسی که رهبر، منصوبان و خویشاوندانش روش کنترل دارند، در حوزه رسانه و مؤسسات آموزش و تحقیقاتی چرا همچین وضعیتی باز هم حکم فرماست؟ با آقای حمید از لندن آغاز بکنیم. آقای حمید سلام، بشنویم نظر شما رو. فکر می‌کنید که چه اهمیتی داره که رهبر، منصوبان و نزدیکانش بر رسانه‌ها و مؤسسات رسانه‌ای، هنری و تحقیقاتی هم کنترل و نظارت داشته باشن؟ با درود به شما و بینندگان عزیزتون، حالا نظرم این هستش که آقای خامنه‌ای میخواد جایگاه خودش رو بیشتر کنه، چون واقعا یک سری توی ایران هستن که از این خانواده که واقعا اسمشون هزار فامیل هستش هنوز خبری ندارن.
بعضی از عده مردم هستن که دارن، ولی یک سری هستن که حالا خانواده شهدا هستن، حالا یک سری آدم ها هستن که واقعا دنبال روی اینا هستن، باید اونا رو دنبال خودشون بکشونن. اگر اینا رو نتونن دنبال خودشون بکشونن، خب دیگه مملکت میاد پایین، یعنی هیچ کس دیگه طرفدار اینا نیستش. اینا باید حتما یک سری آدم داشته باشن که همیشه طرفدار اینا باشه، که فردا گفتن آقا ما میخوایم رأی بدیم، اونا بیان جلو. و یعنی صدا سیما هستش همه جا، یعنی شما آقا بگو اصلا اینا تو کجا دست ندارن، شما اگه تونستی به من بگی اینا تو کجا دست ندارن، باید جایزه بتونید. بله البته عرض کردم تو خیلی چیزا عیان‌تر بود یا بیشتر لااقل در موردش صحبت کرده بود، در مورد بحث رسانه کمتر روش صحبت شده بود، که به نظر میرسه شما معتقدید که این بحث فریب افکار عمومی براشون مطرحه که چنین حضور و کنترلی دارند. دقیقا همینطور، اگه اینطور نبود که اصلا آقای خامنه‌ای هستش که رئیس سازمان صدا و سیما رو همیشه برکنار میکنه، هر کسی که دلش خواست میذاره، هر کسی که دلش نخواست نمیذاره. برای چی؟ برای اینکه بقای خودشون هستش، وگرنه اگه بقای خودشون نباشه که اصلا اینا هیچ کس رو نمیذارن که. وقتی اینا نخوان باشن، به نظر من نمیخوان هیچ کس دیگه هم غیر از اینا باشه. درست. متشکرم آقای حمید که از لندن در برنامه روی خط حضور داشتید. اجازه بدید بحث رو با آقای تورج از ایران ادامه بدیم. آقای تورج سلام، نظر شما رو میشنویم. با سلام خدمت آقای صمدلگی و همه بینندگان محترم و مظلوم و ستمدیده ایران. رژیم ولایت فاشیستی آقای خامنه‌ای در تمام کارهای این مملکت نقش درجه اول رو دارن. ایشون خودش رو نه رهبر این کشور میدونه، بلکه میگه تمام دنیا باید حرفای من رو گوش بکنن. تمام مسائل ارگان ها رو گرفته تو دستش، رسانه ها رو گرفته تو دستش، هر چی که اون بگه. بعدم میان میگن رهبر هیچ کار است، مردم رو میخوان فریب بدن. این حرفایی که آقای خامنه‌ای به تصویر میشه، یه دم میشنن پای صحبت های ایشون گریوزاری میکنن، به تصویر میکشن. چرا آقای صمد بگی؟ اینا کاری کردن ملت ایران به بدبختی و فلاکت افتادن، دستم ور نمیدارن. این آقای خامنه‌ای خودشو خدای روی زمین میدونه. چند وقتیش دیگه به اونایی که ایرانی که در خارجم بیان تو مملکت ما یا میکشیمشون یا اعدامشون میکنیم یا میکنیم تو زندان. ببین این تا چه حد این حرفا رو زده. اگرم بخوام من میتونم فایدشو براتون بفرستم که ایشون خودش با زبون خودش گفته اونایی که خارج هستن بیان اینجا به خاطر از خدا توبه کنن، ما یا میکشیمشون یا میکنیم تو زندان. حالا ما میگم امشب بیشتر رو بله بیشتر، ولی تمرکز ما امشب روی حضور منصوبان و خیشاوندان آقای خامنه ای است در بحث رسانه و مؤسسات تحقیقاتی آموزشی. پایامندی صحبت شما رو در این حوزه میشنویم. اینا میخوان یه کاری بکنن که بگن آقای خامنه ای هیچ کار است، در حالی که آقای خامنه ای همه کار است. ایشون همه کار است. این مملکت، صدا و سیما ایران، ارشاد ما، فرهنگ ما، همه چی در اختیار ایشونه. ایشون میگه این کارو باید بکنیم، باید بکنن، بگن انجام ندید، باید هم دوره وریاش باشن. کی رو بخواد بیاره که بخواد ندوزن؟ یا باید دوزی بکنن و از ایشون حمایت بکنن. کارشون فقط همینه. بله متشکرم آقای تورج. اجازه بدید که بحث رو با آقای محسن از نیشابور پی بگیریم. آقای محسن سلام، تا اینجا دو تا از بینندگان روی خط شرکت داشتن. بیننده اولی آقای حمید از لندن معتقد بود که دلیل این که علاوه بر تمام شؤون زندگی ایران و ایرانیان که در اختیار آقای خامنه ای است و درش دخالت میکنه، حضورش در رسانه ها، حالا حضور خودش یا منصوبان و خویشاوندانش، به خاطر فریب افکار عمومی است و اهمیتی که فریب افکار عمومی برای بقای نظام داره. آقای تورج معتقد بود که میخوان با این کنترل رسانه‌ای، با این حضور رسانه‌ای تقصیرات رو متوجه بقیه کنن و رهبر رو تطهیر بکنن. شما فکر میکنید دلیلش چیه؟ هر رسانه‌ای هدف‌های مشخص رو دنبال میکنن. در این شکل در مورد صدا و سیما درسته رهبر ریاست صدا و سیما رو انتخاب میکنه، ولی بدون بدونی افراد کارمندا رو که ایشون نمیان انتخاب کنن، ایشون فقط رئیس صدا و سیما رو انتخاب میکنه. فرهاد هر رسانه یک هدفی داره، مثلا شما هم هدفی داره، اونها هم هدفی دارن. یکی هر رسانه یک هدف خاص داره.
آره ولی چند تا کشور رو میشناسید مثل ایران که یا مثلا کره شمالی که انحصاری فقط یک رسانه از یک طریق اجازه فعالیت داشته باشه و رادیو تلویزیون انحصاری داشته باشه؟ رادیو تلویزیون انحصاری نیست. قانون اساسی میگه که رادیو تلویزیون شخصی و خصوصی در خاک ایران نباید راه بیفته. خب دیگه همین رو دارم عرض میکنم خدمت شما. خیلی رسانه ها هستن که در خارج از خاک ایران هستن ولی بازم وابسته هستن به اشخاصی که مال مرتبط به نظام هستن. حالا کاری ندارن. این مطلب رو اتفاقا مثل این مطلب رو من در ایندیپندنت فارسی خوندم. حالا صورت نظر از این که ماندای ایندیپندنت کجاست اشتراف کرده بود آقای طرفدار. آقای طرفدار یک آدم یه کسان دروغگوی نباید حرفایشون زیاد استناد کرد. ایشون خودش مشکلات زیادی داره، پرستی و غیر پرستی. ایشون که میدونید که یکی از افراد نزدیک به رهبری بودن، بیش از 20 سال در بالاترین سمت‌های امنیتی صدا و سیما بودن، توسط شخص رهبری به ریاست صدا و سیما رسیدن. پس شما میگید که این آدم ممکنه که یک آدم فاسد رو و دروغگو رو انتخاب کرده باشه؟ خب نه، بله ایشون که فاصله دروغگو بودن ولی بعد از اینکه متوجه شدن قضیهشون به خانم اون خانم همه اینا رو شد خودش رفت بیرون و اصلا استعفا داد. شما یه خورده بحثمون هم داره طولانی میشه. سوال آخر، شما نمیترسید از اینکه اختیار زندگیتون در یک کشور دیکتاتوری مثل ایران دست یک آدمی است مثل آقای خامنه ای که به قول شما، من نمیگم، به قول شما میتونه یک آدمی فاسد و دروغگوی رو این همه به سمت مهمی بده؟ اول که حرف در دهان من نکنه، دومم که آقای خامنه‌ای از هر چی گفته تا الان درست در اومده، من بهش افتخار میکنم. بله، امیدوارم که اونهایی که بهش افتخار میکنن و خودش روزی چی بگم سایه‌شون از سر کسایی که نه تنها افتخار نمیکنند بلکه هیچ تمایلی هم ندارن به این شیوه از زندگی که مغایر شأن انسانی است و شأن ایرانی است کم بشه. میخوایم بحث رو ادامه بدیم اما فکر میکنم تا اینجا برنامه بد نیست، سری به کامنت ها بزنیم و بعد از اون دو تا فایل صوتی خیلی کوتاه رو با هم بشنویم. در کامنت ها دلایل متعددی مطرح شده، از جمله در اینستاگرام برای ما نوشتن که جمهوری اسلامی میخواد بر همه چیز حکم فرمایی کنه و هر نوع مخالفتی رو هم با خشونت سرکوب میکنه. میگه اونها در پوشش و تفکر و همه جزئیات زندگی ما دخالت میکنن. یه کامنت دیگه هم براتون بخونم و آقای علی اکبر برای ما نوشته، میگه امروز در دنیا بنده کسی است که بتونه مردم رو فریب بده و رسانه رو در خدمت خودش بگیره و همین دلیل جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای رهبرش هم چنین رویه رو در پیش گرفته. دو تا فایل صوتی کوتاه رو با هم بشنویم برمی‌گرد. هدف از کنترل رسانه‌ها توسط حاکمان و تکمیل مافیای قدرت، ترس از آشکار شدن واقعیت‌های 40 سال جنایت و خیانت و اختلاس‌های میلیاردی که توسط سران حکومت انجام می‌شود می‌باشد. فساد و چپاول در رأس قوه قضاییه از دستاوردهای مهم این حکومت بوده که توسط رسانه‌های برون‌مرزی آشکار شده. کنترل رسانه‌ها در طول قرون گذشته همیشه در دستور کار حکومت‌های تمامیت‌خواه بوده. از نشر کتاب و روزنامه گرفته تا رادیو و تلویزیون و اینترنت از قرن گذشته تا به امروز. برنامه رو ادامه میدیم. امشب درباره کنترل رسانه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی توسط نزدیکان و خویشاوندان آقای خامنه‌ای صحبت می‌کنیم و اینکه چه دلیلی باعث شده در این حوزه مثل بسیاری از حوزه‌های دیگه ورود کنند، قبضه کنند و کنترل و نظارت شدید داشته باشند. آقای فرهام از تهران از بینندگانی هستن که از طریق اسکایپ با ما تماس گرفتن. می‌خوام در این بخش با بینندگان اسکایپی صحبت کنیم. آقای فرهام سلام، نظر شما رو بشنویم. شما فکر میکنید هدف و دلیل این حضور و کنترل در عرصه رسانه چیست از سوی نزدیکان، منصوبان و خویشاوندان آقای خامنه‌ای؟ الو، درود بر شما.
سمد بگی. ببینید آقای سمد بگی، نظر من اینه که به نظرم مافیای رسانه یعنی رسانه ای که تا دیروز از داعش حمایت میکرد به عنوان منتقد دولت عراق و سوریه، اما الان از اعتراضات مسالمت آمیز مردم عراق میخواد ماهی آشوب و اختشاش رو بگیره. و به نظرم امروز حتی رسانه خود شما هم میخواد هر جوری که هست این اعتراضات مسالمت آمیز رو منحرف کنه. اما من خواستم یه نکته رو بگم. اصلا این حرف شما رو چه وجهی داره؟ بله همین در واقع انحراف از مسالمت آمیز، در واقع اعتراضات مسالمت آمیز. خب این که اصلا وارد نیست، یعنی خنده داره که فکر کنید که مثلا صدای آمریکا هدفی داره در اعتراضات عراق، ولی موضوع برنامه ما هم نیستش. ما میخوایم بگیم که آقای خامنه ای، خیشاوندان و نزدیکانش در دیکتاتوری که ساختند اهمیت حضورشون و قبضه کردن بحث رسانه‌ای براشون چیه. تا اینجا دلایلی مطرح شد، تو وبسایت ما هم 79% میگن اهمیت فریب افکار عمومی برای بقای نظام. بله بذارید من صحبتم رو تموم کنم. لطفاً راجب موضوع برنامه باشه، اگر نه ناچار میشیم که با شما خداحافظی کنم. دقیقاً دیکتاتوری در رسانه همین برخورد شما هستش که اجازه نمیدید مخاطب حرف بزنه، ولی وقتی که حرف شما رو یک نفر بخواد تایید بکنه بهش دقایق رو اجازه میدید صحبت کنه. همین من پیش پای شما امیدوارم که لااقل متوجه باشید که آزادی بیان این نیست که هرچی دلش خواست و هر کجا دلش خواست بگه. آقای محسن پیش پای شما صحبت کردن در قالب موضوع برنامه، کاملا مخالف ما بودن، با هم بحث کردیم. شما میخواید موضوعات دیگه ای رو مطرح کنید، این جزء بدیهیاتی است که باید رعایت کنید، هیچ ربطی به آزادی بیان نداره. شاید هم از تبعات زندگی کردن در دیکتاتوری جمهوری اسلامی باشه که ما بدیهیاتی رو که خیلی جاهای دنیا رعایت میشه وجود داره رو باهاش ناآشنا هستیم. امیدوارم که روزی ما هم در ایران از حق آزادی بیان برخوردار باشیم. بحث رو ادامه میدیم با آقای میلاد از کرج که از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای میلاد سلام، نظر شما رو بشنویم. شما فکر میکنید که دلیل و هدف این حکمفرمایی رسانه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ من درود به شما آقای سمد بگی، همه همکاران محترمتون. این هم بدن که این لاپوشونی از جنایت و دیکتاتوری آقای خامنه‌ای و اطرافیانش هست به خاطر اینکه از آزادی رسانه زمان قبل حکومت قبل باعث شده بود که فریب مردم از همین طریق رسانه ها شد. همین خامنه‌ای و خمینی دیدار از همین برداشت به درستداری کردن و این رسانه ها رو سرکوب کردن از همون اوایل انقلاب. ولی از زمان رسانه همون سابق، از رسانه یکی از سلاح‌های تبلیغاتی خمینی با عوام فریبی مردم بود. مردم صادره رو فریب داد که وارد تهران شد، به هر روشی شده بود رسانه رو سرکوب کرد و وابسته شد به اون دروغ‌هایی که خودش میگفت. اینا همه رو مردم زیر پا گذاشت، حرفای مردم. همون موقع آخوند دیگه از دورگردی به حاکمیت رسیده بود تا توانست رسانه ها رو زیر نظر مافیایی خانواده های خودشون و اطرافیانشون گرفت. چون این رسانه ها کسانی که این رسانه رو میگردن آنها مثلا یا سپاهی یا بسیجی یا خانواده درخانه شهید و اطرافیان خامنه ای یا زیر نظر اتاق فکر خامنه ای میتونه باشن. لاریجانی هایی که انبالشون همه چیزشون رو زیر نظر مثلا تو چین، تو بانک های چین انبال همه رو غارت کردن بردن اونجا سرمایه گذاری کردن، کدوم رسانه کار اومده بگه؟ یا مثلا خود خامنه ای یا مشتبه خامنه ای یا اطرافیانشون یا همون ولایتی و همون خودشون که این اموال کل مملکت رو غارت کردن بودن تو روسیه اموال کردن، کدوم رسانه اومده تا حالا چیزش کنه؟ میگه نه یه حسینیه به اسمشه، خونه هم نداره. کدوم رسانه مال ملیه که مال مردم رو حمایت کرده؟ همیشه کارگران و بدبخت و بیگناهی که اعتراض کردن مردم رو سرکوب کردن به اسم اختشاشگر و آشغال و این چیزا تجلی دارن. و مطمئنن از همون موقعی که شاه فرید بنده خدایی که اون موقع رسانه ها رو آزاد گذاشته بود، مردم و زنها رو آزاد گذاشته بود، بیش از حد آزادی باعث شد یه از این مردمی که واقعا شکمشون سیر بود جفته که انداختن به این مملکت به نابودی بود. ببخشید وارد بحثای دیگه نمیشیم آقای میلاد. گفتم چه موافق چه مخالف، لطفاً درباره موضوع برنامه در قالب همون موضوعی که
تر شده. لطفاً صحبت بفرمایید. ممنونم از شما. با آقای محمد از زاهدان صحبت می‌کنیم. آقای محمد سلام. شما فکر می‌کنید دلیل این حضور و قبضه کردن در واقع رسانه‌ها، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از سوی منصوبان رهبر جمهوری اسلامی چیه؟ درود به شما جناب آقای سند بگید. زمان شاه یه روزنامه داشتیم به نام توفیق و گلاغا. قویدر می آمد می گفت اصایی. می آمد به علم می گفت به مشتنبر. به آقای شریعت شریعتی روی رئیس مجلس می گفت بادنجون. عکس شاه رو حکاییش می کشید. قویدر رو این شکل می کشید. آقای زمان خامنه‌ای رو. از آن جرأت پدرشون میشه یه عکس از این اصلا ما میگیریم یاریگانیان که اصلا اومدن تو صدا و سیما از صدا و سیما شروع کردن اومدن سبوبه رو قبضه کردن. آقای روزنامه کیهان علنا میاد آقای شریعت مداری میاد علنا توهین میکنه به رئیس جمهور که بهانه باشه اون خاتمی خودشون جرأت میکنن حرف بزنن. یعنی میخوای حکومت کنی این که الان اینا دارن انجام میدن کاری کردن که پوست مردم کندن که نمیتونه کسی نفق بکشه. چرا بسه نفس این مملکت ما بله. شما زمان شاه رو در نظر بگیرید که روزنامه توفیق و گلاغا چی بود، زمان اینا رو در نظر بگیرید که این حالت این شد مملکتی که الان باور دارد من... هیچ کسی هم نمیتونه بکنه. ممنونم آقای محمد. فقط ذکر این نکته که گلاغا بعد از انقلاب در دوره جمهوری اسلامی منتشر شد، منظورشون تو همون توفیق بود، نشریه طنز منتقد یا طنز انتقادی در دوره پهلوی منتشر میشد. با آقای فرامرز از ساری بحث ادامه بدیم. آقای فرامرز سلام، میشنویم نظر شما رو. خوبرسان سلامت کردم، خسته نباشید. متشکرم. از کنم ببینید مافیایی خامنه‌ای و دار دستش دار دسته این جنایتکار حکومت هزار خامنه‌ای و هزار دستانه و جنایتکارانی مثل قاسم سلیمانی خونخوار که میگه ما میدانیم که در ایران با تظاهر کنندگان چطور برخورد کنیم، یعنی 85 میلیون یا از پشه کمتر نیست. محمود صادقی نماینده تهران به خاطر یک مقدار دفاع از قانون حالا کارش به دادگاه انقلاب کشیده. حال مافیایی دیگه این خامنه ای جنایتکار فقط به فکر حزب الله یا بشار اسده، دیگر هیچ. مقصر هم ببین قطع نکنه حرف منو، مقصر هم خود آمریکا انگلیسه و اروپاست که در مقابل این دیگه خیلی کوتاه اومدن. علی خامنه ای را چرا آیت الله این رسانه ها میگن این آیت شیطانه، دار دسته این هم کمپیاله شیطانه. آقای فرامرز ببینید تا همین یه دقیقه فکر میکنم که لااقل 5 تا موضوع بی ربط به موضوع برنامه مطرح شد. من ناچارم عذرخواهی بکنم و صحبت شما رو قطع بکنم. خواهش میکنم از موافقین و مخالفین این بحث ساده رو رعایت کنید، در موضوع تعیین شده برای هر شب صحبت کنیم که حق بقیه هم ضایع نشه. خانم فریبا از تهران همراه ما هستن. خانم فریبا سلام، بشنویم نظر شما رو. سلام، خسته نباشید. متشکرم. البته این موضوعات انقدر پیچیده و هست برای گفتن هست، واقعا از اول برنامه فقط دارم تو مغزم میگردم که ببینید اینا بازی سیاست جاه طلبیه، هر کی زورش بکرده. یه روز مثلا وزارت ارشاد میفته دست جناح چپ، روزنامه ها و مجلات و رسانه های اونا پروبال میگیرن. یه روز میفته جناح راست، اینا پروبال میگیرن. به هر حال همه اینها رو تعبیر و تفسیر خود من از این رژیم و طرفدارا چنه که اینا حکم کلونی حشرات رو دارن، یعنی یه دو سوراخ میبندی برای حشره از یه جا دیگه سر باز میکنه. مورچه ها رو میکشی سوسکا میاد، سوسکا رو میزنی مگسا میاد. اینا همه از یه سنخن، از یه نوعن. میگه هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. از یه طرف هم آن را حساب پاکست از محاسبه چه باکست. اینا ترس از رسوایی دارن، دست و پا میزنن که مردم به فهم، به شعور، به آگاهی نرسن و تطوی ذات و باطن جنایت کارانه اعمال و رفتار اینها رو نشه. خامنه ای انباعات زمانه
حسن روحانی و رفسنجانی تنها زمیر زمانن، قاسم سلیمانی و فرمانده های سپاه و ارتششن که به دروغ تظاهر به کربلا میکنن، اینا همون لشکریان یزیدن. ممنون خانم فریبا، ممنون از شما. اجازه بدید که یه فایل صوتی دیگه فکر کنم بشه شنید. میریم یه فایل صوتی دیگه میشنویم، بعد که برگشتیم خیلی سریع به نتایج نظرخواهی منتشر شده در وبسایت صدای آمریکا هم سر خواهیم زد. اما اگر آماده است همکارانم لطف کنم فایل صوتی رو با هم بشنویم. اول مهمترین ارگان جمهوری اسلامی صدا و سیماست، نه ارتش و سپاه، چون اطلاعات به مردم میده. صدا و سیما و کلن وزارت ارشاد ایران در دست روسیه است و کنترلش اصلا در دست ایران نیست. اونها دستور میدن که اینها چی بگن چی نگن و خب مشخصه دیگه، هر اطلاعی اخباری که پخش بشه و مردم هوشیار بشن به ضرر اونهاست. از دزدی و دروغ و قتل و اینها هر چی که دخالت در کشور منطقه، هیچ کدوم در صدا و سیما پخش نمی کنن. میخوام سر بزنیم به نتایج نظرخواهی منتشر شده در وبسایت صدای آمریکا. از شما پرسیده بودیم که دلیل اینکه علی خامنه ای و خویشاونداش بنا به این گزارش که براتون خوندم در حوزه نشر و رسانه هم به صورت مافیایی حکمفرمایی میکنن چیه؟ یک کوچولو عوض شده به نسبت ابتدای برنامه. 77% میگن اهمیت فریب افکار عمومی برای بقای نظام، در رتبه دوم تلاش برای تعطیل رهبری و مقصر جلوه دادن سایرین، جلوگیری از جریان آزاد اطلاع رسانی و ارائه تصویر غیر واقعی از جمهوری اسلامی به خارج از ایران در رتبه های بعدی هستند. اما میخوایم تماس ها رو ادامه بدیم. اجازه بدید که یک تلفن بگیریم، بعدش هم یه اسکایپ داشته باشیم. از تلفن ها آقای مجید از ایران همراه ما هستند. آقای مجید سلام بفرمایید. آقای مجید آقای مجید از ایران فکر میکنم که نداریمشون. با بفرمایید. اولا با عرض سلام، اولا که من سوالم از روشن فکر ها نه که سال قبل 57 روشن فکر ها مفسرین تحلیلگرا سیاسیون روزنامه‌نگارا، آیا ما قبل از 57 چی رو سانسور داشتیم که مردم گمراه شدن؟ و الان که بگراه شدن انقلاب شدن تو این 40 سال، تا حالا کدوم خبر رو سهی رو شنیدن؟ شما نگاه کنید در بخش خبری تلویزیونی، بخش خبر 40 سال اولین خبری که از زبان گوینده پخش میشه راجع به فلسطین و غزه بوده. مردم ایران کجا قرار میگیرن در درجه آخر؟ بله متاسفانه مافیا رسانه‌ای داریم. ما رسانه ها بیشتر تیزراتشون انتخاب شدن، از قبل بهشون میگن که این مطالب رو چاپ بکنین و بقیه روزنامه‌های دیگه با همون موضوع با همون باشه مونتا با کلمات بازی میکنن، جا به جا میکنن و به اطلاعات مردم میرسونن. متاسفانه بعضیا نمیدونن که نقش رسانه‌ها پل ارتباطی بین مردم و دولت مردان قرار دارن. شما نگاه کن روزنامه‌های آمریکا یا اروپا چقدر در اقتصاد در بعض مسائل اجتماعی اون مملکت حتی در انتخابات تاثیرگذاره، حتی رئیس جمهور رو به محاکمه میکشونن. به تو مملکت ما روزنامه نگار نمیتونه حرف بزنه چون سانسوره، چون اگر بخواد صحبتی بکنه حرفی از مردم بزنه اینا به درد سر میفته. نمونه سالهای گذشته ما دیدیم متاسفانه نقش رسانه‌های مملکت ما برای آگاهی مردم بی‌نهایت ضعیف عمل کرد. ممنون آقای مجید. اجازه بدید یک فرصت خیلی کوتاه داریم آقای رحیمی از ترکیه بدیم از طریق اسکایپ. آقای رحیمی بفرمایید، این چند ثانیه در اختیار شما. فقط خیلی سریع اینا من بهتون بگم که این روزنامه ها در دست ایشون و فامیلش به خاطر اینه که فقط از دو واژه استفاده بکنن، دشمن و فتنه. دشمن و فتنه، ایشون فقط همین دو کلمه رو بلد هستش و هواداراش. مردم عراق خواستار حقشون هستن، ایشون میگه فتنه است. مردم لبنان خواستار حقشون هستن، ایشون میگن دست آمریکا تو کاره. به خاطر همین هستش، چون مافیای روحانیت به طور کل ایران رو احاطه کرده بس. تمام جاها رو احاطه کرده و این بر میگرده به زمان این صفویه. متشکرم آقای رحیمی و عذرخواهی که فرصتتون اینقدر کم بود، بازم به خیلی فرصت نرسید. آقای
فتحی، آقای حمید تهران، احمد سرندج. ببخشید، ممنونیم از همراهی شما در این هفته. تا هفته آینده خدا نگهدارتون. این صدای آمریکاست.